بعضی وقت شما پیش میاد که میخواین برای کارتون سقف شیبدار طراحی کنید. برای طراحی کردن سقف شیبدار شما میتونید از قسمت تول باکس روف رو انتخاب کنید، روی ستینگ دیالوگ روف کلیک کنید، این صفحه بر شما باز میشه. برای ترسیم روف یا سقف شیبدار میتونیم دو تا گزینه داریم، یه سقف شیبدار تک شیبه و سقف شیبدار چند شیبه. مثل سایر مثلا مثل دیوار، مثل کف ها، سقف شیبدار هم دو مدل داره، سقف شیبدار ساده و سقف هایی که کامپوزیت هستن که شما وقتی کامپوزیت ها رو انتخاب میکنید ضخامتش رو دیگه نمیتونید تغییر بدید. اما اگر اینجا شما ضخامتش رو قسمت اول و گزینه اول انتخاب کنید، میتونید ضخامت سقف رو اینجا تغییر بدید، برفرض و مثلا 450 میلیمتر یا 45 سانتی. این محل در واقع ارتفاع سقف شیبدارتون از محل ترسیمشه. هر جایی که شما دارین ترسیم میکنید سقف شیبدارتون و ارتفاع سقف شیبدارتون از اون نقطه مشخص میشه، در واقع اولین خط ترسیم شما هستش. خب اینجا میتونید شیب زاویه سقف شیبدارتون رو وارد کنید. این گزینه اول مربوط به سینگل پلین هستش، در واقع سقف‌های تک شیبه هستن، و این یکی مولتی پلین سقف‌های چند شیبه. من فعلا سینگل رو انتخاب میکنم. میتونید زاویه شیبتون رو وارد کنید با افق. میتونید درصد شیبه، اگر این گزینه رو انتخاب کنید میتونید درصد شیبتون رو وارد کنید، برفرض 100% اینجا شیبتون، من یه شیب 50% در نظر میگیرم، این درصده. اما اگر روی این قسمت روی زاویه قرار بدین درجه شیبتون رو باید وارد کنید که بهتره بر اساس درصد باشه که بتونیم محاسبه هم بکنیم خودمون. اینم انتها، این گزینه ها مربوط به انتهای سقفتون هست که به چه شکل باشه. هر کدوم از اینا رو انتخاب کنید سقفتون به لبه های سقفتون به این شکل در میاد. تو قسمت مدل میتونید متریال سقفتون رو وارد کنید. اوکی رو من میزنم. خط شیب سقفمون، جایی که میخوایم سقفمون در اون قسمت وقتی تک شیبه میخوایم ترسیم کنیم، خط شیبمون رو باید ابتدا مشخص کنیم، یعنی بگیم شیب ما از کجا شروع میشه، 3200 که ما به عنوان کد ارتفاعی شیبمون دادیم از کجا باید محاسبه شه، کجای پلانتون قرار بگیره، میخوایم این ور قرار بگیره، میخوایم این ور قرار. من این قسمت قرار میدم و میخوام شیبم به کدوم سمت بشه، کلیک کنم مثل سیکشن زدنه، میخواین به کدوم سمت بشه، من این سمت انتخاب کنم. حالا میرم ترسیم میکنم سقف شیب دارم و ببینید اگر روی این گزینه باشه شما سقف شیب دارتون به این صورت میتونید ترسیم کنید، روی این گزینه باشه مثل سقف شیب دارهای دیگه مثل کف و اینها میتونید دونه دونه کلیک کنید و نقاطش رو مشخص کنید. حالا چون پلانمون مستطیل شکل هست من همین گزینه رو انتخاب میکنم. خب بریم تو حالت سبودی ببینیم چه اتفاقی براش افتاد. ببینید سقف شیبدارمون با اروم از سقف شیبدار مشخص میکنم. این خط آبی همون خطی بود که به عنوان اکود ارتفاعی 3200 براش در نظر گرفته شد. سقفمون تو این قسمت روی کد 3200 هستش و از این قسمتش پایین تر زده و اون قسمت بالاتر هستش. شیب سقفمون خیلی زیاد هست. میتونیم بریم شیب سقفمون رو کم کنیم. من اینجا درصد شیبمون رو 20% بذارم که خوابیده تر باشه. خب روتیتش میکنیم پلانو از جهت های دیگه هم ببینیم. باید دیوارامون ارتفاعش از سقف شیبدارمون بلندتر باشه، یعنی در واقع به سقف شیبدارمون برسه. از این جهت میبینیم که سقفمون بالاتر رفته و دیوارامون بهش نرسیده. برای این کار من دیوارا با ارو اولا از حالت روتیت و اوربیتمون خارج میشیم، اسکیپ رو میزنم که از اون حالت خارج بشم، با ارو دیوارا رو انتخاب میکنم، میرم روی دستور دیوار، اینا روی نات لینک میذارم، ارتفاع دیوارم رو 8000 میدم.
حالا دیوارمون از سقفمون بالاتر زدش، خیلی بلندتر هست، میتونیم کمترش کنیم. فکر کنم روی 5000 جواب بده. اوکی خوبه. حالا من میخوام این اضافه دیوارم رو از سقفم پاک کنم. برای این کار هم سقفمون رو انتخاب کنیم هم دیوارمون. من از ابتدا دیوارمون رو انتخاب کنم، شیفت رو میگیرم، سقفمون هم انتخاب میکنم، کلیک میکنم روی سقف. از منوی دیزاین کانکت رو انتخاب کنیم. اولین گزینه تریم الیمنتس تو روف رو میزنیم. اوکی تریم رو میزنیم و به این صورت دیوار ما نسبت به سقفمون کوتاه شد. حالا میتونیم بریم از این حالت دو بودی، من یه سکشن از این دیوارمون بزنیم ببینیم چه شکلی شد. سکشن 4 و سکشن 5. این سکشن 4. می‌بینید که دیوار تا زیر سقف قرار گرفته. یه اتفاقی که اینجا میفته تو حالت سه بودی اگه بریم ببینیم مجدداً، اگر من سقفم رو پاک کنم دیوارامون برمیگرده رو حالت اولیه خودش. اگر گاهی اوقات پیش میاد شما میخواین دیوارتون کج بمونه حتی اگر سقفم نداشته باشین، برای این کار میتونید دیوار و سقف رو همزمان انتخاب کنید، رایت کلیک کنید، کراپ سینگل انتخاب کنید، این تیکوب رو بزنید و کراپ رو بزنید. حالا اگر سقف رو پاک کنید میبینید که دیواراتون به هم صورت کج باقی مون. گاهی اوقات پیش میاد که شما میخواین توی طرحاتون دیواراتون رو اینطوری کج ببریدشون به وسیله یه سقف که میتونید یه سقف شیب داره تک شیبه براش بکشین و به این صورت دیوارهاتون رو برش بزنید. من کنترل زد میزنم که سقفمون برگرده. اندو میگیریم، سقفمون برمیگرده. حالا میخوام سقف چند شیبه ترسیم کنم. این بار میام یه پلانه پیچیده تر طراحی میکنم. اگر بخوام این دیواری که دارم الان ترسیم کنم هم امتداد این دیوار باشه، کلید شیفت رو نگه دارین، دیوارتون به سمت عمدی حرکت کنید، کلید شیفت رو نگه دارین، حالا با موس بیاین سر این دیواره. وقتی این گوشه دیوار تشخیص میده موستون مداد اونجا مداد سیاه میشه. و حالا من میخوام انتهای این با در امتداد این دیوار قرار بگیرم. مجددا شیفت رو نگه میدارم، اینو در جهت افق دیوارم حرکت میدم، شیفت رو نگه میدارم، موسم رو میبرم سمت این دیوار، انتهای اون دیوار بالایی کلیک میکنم و حالا اوکی رو میزنیم. اضافه دیوارمون رو به وسیله کنترل کلیک کردم پاک میکنیم. میبینید که وقتی پولی لاین باشه، دیوار ممتد باشه، این اتفاق نمیفته و حتما باید بریم آنگروپش کنیم. و وقتی آنگروپش میکنیم کنترل اضافهش رو میتونه پاک کنه. میخوام این قسمت دیوارم هم گرد بشه. خب برای این پلان من میخوام دیوار سقف چند شیبه ترسیم کنم. میرم روی دستور روف، ستینگ روف رو باز میکنیم، ارتفاعش رو از کف همون 3200 میذارم باشه، ضخامتش هم همون خوبه. این بار به جای تک شیب چند شیب رو انتخاب کنیم. درصد شیبمون هم اینجا وارد میکنیم، میتونیم درصد وارد کنیم، میتونیم زاویه شیب بدیم. درصد شیب هم میزنم 70%. مدل سقفمون هم اینجا میتونیم مشخص کنیم متریالش رو. و اینجا مولتی پلین رو اگر کلیک کنید، شما مولتی پلین جئومتری میتونید میزان آفست سقفتون از محل ترسیمتون رو مشخص کنید. وقتی شما دارید اون پولی لاین دور سقفتون رو مشخص میکنید، میتونید سقفتون بیشتر ازش یکم بیشتر بیرون زده تر باشه. در واقع این آفست رو اینجا شما میتونید وارد کنید. اینجا آفستش 800 تاست، من 400 تا آفست میکنم. در واقع 40 سانتی متر از دیوارام میخوام سقفم بیرون زده تر باشه. و اوکی رو اینجا میزنیم. حالا شروع میکنیم به ترسیم. همطور که میبینیم پلنمون چند ضلعی هستش و من این گزینه اول رو انتخاب میکنم از بالا. شروع میکنیم به کشیدن.
گزینه سوم انتخاب میکنم. مجددا کلیک میکنیم این قسمت. دوباره گزینه اول رو انتخاب میکنیم از پت باکسمون. کلیک میکنم اینجا. ببینید ما ترسیمون روی لبه های دیوار داریم انجام میدیم. و نمیدونم چه اتفاقی افتاد. ترسیم نکرد. مجددا من انتخاب میکنم مسیرمونو. اینجا انتخاب میکنیم. قوسمون رو انتخاب میکنیم. میریم طبقه بعدیمون. بله ترسیم شده، فقط توی اون طبقمون نشونش نمیداد. خب این آفستی که از سقف گفتیم داره، این تخطی بود که ما ترسیم کردیم و این آفست 40 سانتی متری هستش که از پلانمون گرفته شده. میتونیم بریم توی سبودی ببینیم سقفمون رو. ببینید در چند جهت برای ما سقف و شیبدار ترسیم کرد. بریم سکشنش هم ببینیم. ببینیم آیا ارتفاع دیوارها مناسب هست، به سقفمون رسیده یا کوتاه تر هستش. دو تا سکشن تعریف میکنیم براش. شماره سکشنمون 6 و 7. از اینجا سکشن 6 رو باز میکنم. بله دیوارهامون از سقفمون فاصله داره. هفتم همینطور. پس باید ما چیکار کنیم؟ ارتفاع دیوارامون رو بلندتر بگیریم. دیوارا رو انتخاب میکنم به وسیله دستور ارو و کلیک کردم و نگه داشتن کلید شیفت. میریم اینجا ستینگ دیوارمون رو انتخاب میکنیم. ناتلینگ رو میزنم و اینجا 3200 رو من تبدیلش میکنم به 6000. اوکی رو میزنیم. سبودیش رو میریم میبینیم. کلیدت سر زدم برای دیدن سبودیش. حالا ما بعد اضافه یه سقفمون رو پاک کنیم. جا من این پلانه رو موبش کنم، این پلانمون رو که در جهت کار ما قرار نداشته باشه. حجممون رو جابجا میکنیم و حالا اینا رو همه رو با هم انتخاب میکنیم و دیزاین کانکت تریم المنت تو روف رو میزنیم. تریم میکنیم. اضافه سقف پاک شد و همچنین اگر این سقف رو ما پاک کنیم دیوارا دوباره برمیگرده تو حالت اولیه خودش. اگر بخوایم مثل اون یکی اتفاق بیفته اینا رو انتخاب میکنیم، رایت کلیک میکنیم، ابتدا اسپلیت سینگل پلین anyway و مجددا انتخاب میکنیم، کراب رو این بار میزنیم، تیکه این قسمت رو میزنیم و که این میزنیم. حالا اگر ما سقف رو پاک کنیم میبینید که دیوارهامون به همون صورت صورت شیبدار برش خورده. میتونیم بریم سکشنش رو ببینیم. ببینید دیوار تا زیر سقف امتداد پیدا کرد.